خب امشب روی صندلی پارازیتی ما فریبا داوودی مهاجر فعال حقوق زنان نشسته، کسی که همه حرفاش در 10 دقیقه خلاصه نمیشد. این شما و این هم گفتگوی بدون سانسور ما با فریبا داوودی مهاجر. شما نماینده کمپین 1 میلیون امضا هستی؟ نه مسلمه که نیستم. چه ارتباط دارد با کمپین؟ من یکی از فعالان این کمپین هستم. الان چه ارتباط؟ فقط فعالیت میکنید؟ فقط فعالیت میکنید. شما فکر میکنید که در کمپین 1 میلیون امضا الان چند دستگی وجود داره؟ چند دستگی وجود نداره، ولی خب عقاید مختلفی وجود داره که این عقاید اتفاقا موجب این میشه که بتونه اون تکثر آرا رشدش بده، نشاط بهش بده. جوونا حضور دارن، سنای مختلف حضور دارن و همین این خیلی خیلی خوب بوده برای کمپین. کمپین رو به جلو برده. این دستاوردی که شما در فضای بین المللی میبینین، این همه جایزه میگیره و این همه موفقیت داره، نشانه اون تحمل همه است که میتونن عقاید همو به خوبی بپذیرن، با هم به هر حال این حرکت رو جلو ببرن. تو کمپین کسی با شما بده خانمه؟ بد نه، ممکنه که نقدم بکنه، ولی ما هیچ کدوم با هم بد نیستیم. رئیس کمپین کیه خانم؟ هیچ کس. کمپین رئیس نداره. اصلا کمپین بینگوندگی رئیس نداره؟ نه. کمپین از کی خط میگیره؟ کمپین از رویاهای زنانه، از رویاهای زنانه خط میگیره، از آرزوهای ما. یعنی یه آدم خاص وجود نداره که بگه که بقیه بهش مثلا نگاه کنن بگن هر چی میگه ما چیز میکنیم؟ نه نه، به هیچ وجه. اصلا کمپین با یک رهبری دست جمعی به وجود اومده، با این شیوه خودشو جلو برده، در اعتراض به تک صدایی در واقع بوده و به همین دلیله که دوستان چون اعتقاد دارن به این روش، با همین روش هم رفتن جلو. ممکنه در آینده خیلی تحولات اتفاق بیفته، ولی تا حالا اینطوری بوده. خب خانم داوودی مهاجر، شما جلوی دوربین همیشه روسری سرتون میذارید؟ درسته. بیرون که میریم، یعنی بیرون که من شما رو میبینم، شما روسری سرتون نیست؟ نه. داستان چیه خانم مهاجر؟ خب من در واقع این دوگانگی نیست به نظر شما؟ ممکنه برداشت این باشه یا برداشت‌های مختلف، ولی واقعیت اینه که من به خاطر احترام به یه شخص همیشه این روسری رو سرم کردم. برای اینکه ببخشید، البته این قضیه خیلی شخصیه، من دارم سوال میکنم در این حال. بله. ولی اینکه شما خب مختارید که نه، من اعتقاد دارم برای فعال سیاسی، فعال حقوق بشر، برعکس اینکه ممکنه خیلی اینجوری فکر نکنن، هیچ امر شخصی نمیتونه وجود داشته باشه، به دلیل اینکه من باید فکر میکنم نه، این که شما روسری بذارید یا نذارید به من ربطی نداره. ولی این که شما جلوی دوربین روسری سرتون میذارید و بیرون 5 دقیقه پیش قبل از این که بیاین تو استودیو روسری سرتون نبود، درسته. این برای من مسئله است. من همونطور که گفتم برای احترام به یه شخص روسری مسرم کردم جلوی دوربین. سالها البته من به روسری اعتقاد داشتم. من چندین سال پیش خودم حجاب گذاشتم و این حجابمو در ارتباط، در اعتراض به خشونت، خشونت خانگی و خشونت اجتماعی برداشتم. اصلا بحثم اعتقاد به دین یا نداشتن به دین و اینها نبود. اصلا این نبود. و اینکه اعتقاد دارم ضمناً به اینکه زنها میتونن آزادی در پوشش داشته باشن و هیچ کسی نمیتونه هیچ زنی رو مجاب بکنه به که چطوری بپوش، چطوری نقش داشته باش، چی کار بکن. ولی من در اعتراض به اون خشونت، به اون سلطه و به اون روندی که در این 30 سال گذشته در جمهوری اسلامی بوده، حجابم برداشتم. خواستم بگم که برداشتین الان که دارین هنوز که؟ نمیتونم بردارم، هیچ مشکلی. خب بردارین، نه یک مشکلی نه. بفرمایید. در اعتراض به وضعیت نه، کاملا بردارین دیگه. بفرمایید. خب پس این اولین بار شما جلوی دوربین حجاب دیگه ندارین پس؟ بله، من این اولین بار جلوی دوربین ندارم، ولی به اعتراض به وضعیت موجود. اعتراض به وضعیت موجود، احترام به اون شخص موجود چی شد اون وقت؟ اون احترام رو خودش شکست. خود اون آقا شکست؟ بله. یا خانم؟ یا خانم شکست. آره. حجاب برای شما در طول تمام این سالهایی که داشتید مسئولیت آورد هیچ وقت؟ هیچ وقت نیاورد و نه تنها نیاورد، بلکه یک زمینه ای رو برای من ایجاد کرد که عادت من احترام میذارم به همه اونهایی که با اعتقاد حجاب رو گذاشتن، اگر این اعتقاد باز ناشی از در واقع این نباشه که تحمیل های جامعه باشه، تبلیغ های جامعه باشه، این باشه که همسران، برادران و پدران در واقع این رو تحمیل کرده باشن به گونه ای که یه زن بگه که خب آره من خودم اینو باور دارم. یعنی در واقع خط قرمزها و خوب و بدهای جامعه هست. چون گاهی اوقات شما چون میخوای خوب باشی روسری میذاری، چون میخوای راجبت قضاوت بکنن که زن نجیبی هست حجاب میذاری. خانم داوودی، شما اصلاح طلب هستین؟ من اصلاح طلب به چه معنا نمیدونم، آخه خیلی متفاوته. من معتقد به تغییر ساختار هستم، ولی معتقدم که با روش های ساختار شکن هستین.
من معتقدم اصلا بدون ساختار شکنی در چارچوب هایی که الان ما درش در ایران داریم هیچ حرکتی شکل نخواهد گرفت. اصلاح طلبان داخل ایران که الان به ساختار شکنی اعتقاد ندارن، ممکنه نداشته باشن. من سالها حتی قبل از اینکه از ایران بیام بیرون معتقد بودم اصلاحات در ایران به بنبست رسیده، یعنی اینکه تغییر از درون، یعنی شما با حفظ شاکله جمهوری اسلامی تغییر ایجاد بکنید، چون قانون اساسی قانون. شما اصلا مخالف رژیم جمهوری اسلامی هستین و میگین که من معتقد هستم که جمهوری اسلامی در واقع قانون اساسیش دموکراتیک نیست، مبتنی بر تبعیض، مبتنی بر تفاوت و باید این قانون اساسی و این ساختار تغییر پیدا کنه. پس رژیم باید عوض بشه. باید عوض بشه، ولی روش ها میتونه با روش های اصلاح طلبانه باشه، یعنی روش های غیر خشونت آمیز باشه. ولی این به این معنی هم نیست که اگر رژیم حد اکثر خشونت را یا خشونت را بر مردم اعمال کرد، مردم برای کنترل خشونت از خودشون دفاع بکنن. خانم ماجد، شما ولی اصلاح طلب بودید؟ من هیچ وقت اصلاح طلب به این شکلی که نه، ببینید به این شکلی که شما میگید یا الان تعریف از اصلاح طلبیه، نه، به خاطر اینکه خیلی ساله که من معتقدم اصلاحات از درون نظام به بن‌بست رسیده، شاید به خاطر این سابقه ای که من به هر حال خیلی نزدیک بودم با عزل آقای منتظری و میدیدم که چه اتفاقاتی در ارتباط با عزل آقای منتظری افتاد و به همین دلیل هم بود که داخل تشکیلات اصلاح طلبان نرفتم، به دلیل اینکه اصلاح طلبان در مقطعی که آقای منتظری عزل بود یا به هر حال خانه نشین بود به شدت با آقای منتظری مخالف بودن و من به همین دلیل هیچ وقت وارد جریانات اصلاح طلبانه به دلیل دفاع از حقوق شهروندی آقای منتظری و بقیه افراد نکردم. شما رابطه نزدیکی با اصلاح طلبا داشتین همیشه؟ من نه تنها رابطه نزدیکی با اصلاح طلبا، بلکه با همه گروه‌های سیاسی فکر می‌کنم باید گفتگو کرد، مناظره کرد، صحبت کرد. هیچ خط قرمزی رو برای صحبت و مناظره نه من نمیشناسم. شما اتاق فکری دارید اینجا خانم ماجر با آدم های دیگر تشکیل شده باشه که بخواین برین ایران نجات بدین؟ اتاق فکر به این شکلی که بشینیم دوره هم تصمیم بگیریم که چطور باید کار بکنیم نیست، ولی اینکه به هر حال یه سولیداریتی در واشنگتن وجود داره که اون حمایت میکنه از مبارزات در واقع مردم ایران و جنبش سبز درون ایران و حقوق بشر و دموکراسی، تنها یک گروه حمایتیه برای مبارزات مردم در داخل ایران. شما اگر در ایران الان بودین بازم حجابتون رو برمی‌داشتین؟ من راستش از شما دلم میخواد یه چیزی رو اعتراف بکنم، شاید باور بکنن یا نکنن. من واقعا قصد داشتم که یه روزی در یک تظاهراتی که توی ایران تشکیل میشه، چون من واقعا تصمیم برای اومدن نداشتم، چادرمو بردارم و تو یکی این تظاهرات هایی که روسری نه فقط شای... خب نمیشد روسری رو برداریم که داخل ایران، البته به هر حال اصلا اگه داخل ایران بودین روسریتون رو بر نمیداشتین؟ اصلا نمیشد تو کوچه خیابون که نمیشد بردارم. اگر که معترضید به سیستم و به نظام میتونستید بردارید و اعتراضتون رو بگید. بله، حالا براتون توضیح میدم. قصد داشتم چادرمو بردارم و یه روزی بزنم تو سر یه مامور نیروی انتظامی که میدوه دنبال زنها و اونها رو به هر اتهامی متهم میکنه، اتهامهای اخلاقی. این تصمیمی بود که داشتم و برداشتن چادر برای یک زنی که 25 سال چادریه در واقع برداشتن حجاب تلقی میشه. ولی خب من همواره به خاطر احترام به اون شخصی که خدمتتون گفتم به هر حال یه چهارچوبایی رو به دلیل التزاماتی که داشتم رعایت کردم که الان اون التزاما رو ندارم. شما 15 اکتبر 2007 وقتی جایزه حقوق بشر اول رو گرفتید گفتید که مصمم هستید تا ماهای آینده به ایران بازگردید. امروز 6 می 2010، فکر کنم یه 3 سالی گذشته از اون. درست میگید، دقیقاً درست میگید. چی شد که نرفتیم؟ من احساس کردم که قبل از اینکه بخوام درباره خیلی سخنرانی بکنم که آی مردم بعد اینطوری باشید یا خیلی چیزای دیگه یا رفع خشونت بکنید از خودتون یا رفع ظلم بکنید از خودتون، اول رفع خشونت بکنم از خودم و اول در واقع خودم رو پیدا بکنم. و موندن من اینجا هیچ ربطی در واقع به مسائل زندانم اینها نداشت. نمیگم آدم نترسیم، انقدر شجاعم که از زندان نمیترسم، مثل همه آدمای دیگه از زندان به هر حال آدم میترسه، ولی مثل همه آدمای دیگه فعالیتمون اون موقعم که ایران بود ادامه میدادیم، در ضمن اینکه حالا به هر حال یه ترسی داشتیم، مثل همه بچه‌ای که قبل زندان میترسن، توی زندان میترسن، زیر بازجویی، ولی مقاومت میکنن. اما فکر کردم که اول نیاز دارم به اینکه حتما خودم رو، تکلیف خودم رو با خودم باشم. شما یه جایی گفتید که دموکراسی نیست که مردها حرف از آزادی بزنن و به زندان نروند.
دموکراسی این است که زنها صحبت از عشق بکنند و کشته نشوند. دقیقاً همین. حتی شما نقل قول داشتید. بله این نقل قوله. از کسی دیگری، ولی یکی از زیباترین چیزهایی بود که من راجع به دموکراسی شنیدم. امیدوارم که روزی برسه به اینجا. من از شجاعت شما برای اینکه به من اولین زن تشریف آوردید تو این برنامه تشکر میکنم و براتون آرزوی موفقیت میکنم. خواهش میکنم. سلامت باشید. خدا نگهدارتون.